اخیراً تنش‌ها در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان بالا گرفته است. طی روزهای گذشته هواپیماهای نظامی پاکستان ولایت‌های مرزی از جمله خوست و پکتیکا را مورد حملات هوایی و راکتی قرار داد که در پی این حملات شمار کشته و زخمی شده اند. وزارت خارجه پاکستان با تایید این حملات گفته است که هدف اصلی این حملات ترورستان وابسته به گروه حافظ گلبهادر بوده که با تحریک طالبان پاکستانی همکاری دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اما این حملات را اقدام ناسنجیده و تجاوز به حریم افغانستان خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. مجاهد گفته است که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان به امنیت کسی آسیب برساند. چرا پاکستان دست به چنین اقدامات میزند و پیامد تداوم آن چی خواهد بود؟ بحث امشب زاویه است. با سلام و وقت بخیر، شما بیننده برنامه زاویه است. تلویزیون راه فردا هستید. من قاسم عادل‌زاده هستم. مهمانانم در این بحث آقای آصف وردک، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در استودیو حضور دارند و آقای بلال احمد فاطمی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. هر دو مهمان به بحث خوش آمدید میگیم. آقای فاطمی، اجازه بدین بحث با شما شروع کنیم. افزایش تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان که در مناطق مرزی افغانستان صورت میگیره، چگونه بررسی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما آقای عادل‌زاده، مهمان گرامیتان آقای وردک، بینندگان برنامه زاویه. طور که به همگی آشکار است، این پیشبینی از قبلا موجود بود و همگی می دانستیم که حالات به طرف وخامت می ره و روابط در منطقه رو به تغییر است و بعد از انتخابات در پاکستان پیشبینی شده بود و خود پاکستانی ها هم گفته بودند که بعد از انتخابات پاکستان شاید عملات استراتژیک و سرجیکل خود از سر مناطق مختلف افغانستان انجام خواهد دادن و این برنامه های وسیع امریکا که در جنگ در منطقه به نفع امریکا و برای منافع استراتژیک امریکا است، لحاظا این توقع می رفت که همچون چیزی صورت بگیرد. چرا به این چیز از بسیار وقت اینا آمادگی می گرفتن و تیاری داشتن و از این خاطر بهانه ها و ایله های که در افغانستان تروریسم است، باید دستگاه های تروریسم و گروه های تروریستی وجود داره، لحاظا هر خطر که به پاکستان در پیش می آید ای از افغانستان است. اما اگر به حقایق تاریخی ببینیم، از آمدن امارت اسلامی 2.7 سال میگذره، در حالی که تی تی پی در پاکستان از سال 2000 به این طرف 2007 به این طرف به فعالیت داره. معمی دقیقه قبل از برنامه شما یکی از مصاحبه های رهبر تی تی پی پاکستان هم میشنیدم. او گفت که ما در حدود 350 دلگی داریم در سر تا سر تمام صوبه سرحد و مناطق سرحدی افغانستان و خود داخل پاکستان که اونا عملیات خود در مناطق مختلف انجام میتن و تعدادی از اینا به حساب در خود مناطق پختونخوا در حدود 5000 نفر تخمین میشه و به طرف بلوچستان در حدود 3000 نفر تخمین میشه. یعنی خودشان میگن که در حدود یعنی 8 تا 10000 نفر از اینا در اونجا فعالیت دارن. چطور میتونه شده که نفرا در افغانستان تربیه شه و از اونجا بره و مصارف از اینا کی میته، ترتیب از اینا کی میکنه؟ این سوال های بسیار بزرگ است. اما این با جز از این که با ایله ها و بهانه های پاکستان است برای از این که بتانه بالای افغانستان تجاوز کنه و این تجاوز جزی از استراتژی منطقوی امریکا و خود پاکستان است. پاکستان با وجود از این که از این بهره نقدی میبرداره، مگر غافل از این است یعنی پروگرامی را که اینا به تایید از امریکا با پیش میبرن، این یک پروگرامی منظم امریکا برای پاکستان است تا پاکستان در ورطه جنگ داخل شوه و این جنگ باعث مصارف بیشتر شوه برای پاکستان چون وضع اقتصادیش خراب است و توان جنگ نداره و امریکا در پیش برش تفاهم میته که ما برتان پول میتیم. وقتی که اینا به این جنگ درآیند و امریکا دست خود برداره، اینا توان جنگ نخواهد داشتن، در اون صورت وضع اقتصادی و نظامی از اینا بدتر خواهد شد و امریکا در اون مقطع از پاکستان خواست تا معامله بر سر قدرت اتمی صورت بگیره.
چرا اهداف بزرگ و استراتژیک امریکا در منطقه ای است و یکی از اهداف اسرائیل هم است که به همیش از امریکا تقاضا داره که باید در ایران و پاکستان در منطقه اتمی نباشند و اینا باید خیلی صلاح شوند. بلاز امریکا در تلاش ازی است که تا به نوبت پاکستان و ایران باید خیلی صلاح اتمی شوند و برای از او تا زمانی که یک جنگ در منطقه صورت نگیره و اینا از لحاظ اقتصادی و به حساب تواناییشان ضعیف نشه، برای امریکا ممکن نیست که برای از دو مملکت کارهایی را انجام بده تا قدرت اتمی از اینا را از بین ببره. فلحاظ پاکستان در حالت بسیار وخیم اقتصادی و سیاسی که قرار داره، اگه یک جنگ در منطقه صورت بگیره، بخصوص جنگ بین افغانستان و پاکستان، در اون صورت امریکا میتونه به اهداف خود به زودی برسه. و این مغالطه پاکستان است که فکر میکنه که اینا شاید بهره مالی از پاکستان امریکا بردارن و بتونن هجمونی خود را در منطقه قایم کنن. اما با فکر ما این جنگ با وجودی که نامتوازن است در بین افغانستان و پاکستان، چرا افغانستان در لحاظ نظامی او توانایی را نداره، چیزی را که میزایل های روتانک ها و تیاره هایی را که پاکستان داره. اما اگر ما در طول تاریخ ببینیم جنگ هایی که افغان ها کردن، در اونجا همه جنگ افغان ها غیر متوازن بوده و غیر متناسب بوده و افغان ها بر این جنگ ها بودن. فرضاً جنگ های انگلیس بگذارید، جنگ هلاکو و چنگیز و تیمور را بگذارید، بیاین با جنگ اسکندر مقدونی کم از کم چیز کم 2500 سال قبل برگردیم، زمانی که با او قدرت و هژمونی بزرگی که او از یونان حرکت میکنه و میای به طرف افریقا و از افریقا داخل میشه به آسیا و در افغانستان میای در منطقه سالنگ امروزی ما شما در اونجا که ای به حساب استادگی میکنه، با امو قدرت و عظمتش افغان ها چیزی نداشتن. اما به یک زمانی میرسن چون حملات شپون بالای از اینا صورت میگیره، موادر به این میشه که زانو بزنه و با وزر زاری از افغانستان برایه، چرا که نمیتونست در مقابل دشمنی که معلوم نمیشد با اینا در جنگ بود و همه روز تلفات وافر را از میدادن مقاومت کرده نتانستن. فرزند پاکستان اقبامی قدرت نظامی که داره با افغانستان یک تجاوز نظامی یا چیزی صورت میگیره، داخل شدن به افغانستان یا گرفتن افغانستان در تمام طول تاریخ تمام قدرت های بزرگ میگه آسان است، اما برآمدن از افغانستان با سلامتی برآمدن از افغانستان تابان ممکن نبوده. تشکر آقای فاطمی، ممنون شما. پس اگر خلاصه بگوییم، جزء استراتژی و برنامه های آمریکاست این جنگ میان افغانستان و پاکستان صورت میگیره، حملات پاکستان بالا افغانستان. بله، این پیش بینی را ما نه تنها که امروز نکردیم، ما این پیش بینی را قبل از قدرت رسیدن طالبان در منطقه کرده بودم. اگر جمهوریت سقوط میکنه و امارت اسلامی به قدرت میرسه، اولین کاری که صورت میگیره جنگ بین طالبان و پاکستان خواهد بود و این پیش بینی در وقتم وجود داشت، در حالی که بسیاری مردم به این به حالت تمسخر میدیدن و حتی تصور از ایرام نمیکردن. وقتی که امین سال 2023 چیز میشد، من چندین برنامه خود گفته بودم که سال 2024 سال جنگ بین افغانستان و پاکستان است، چرا که ما میدیدیم که این یک پلان امریکا است و این ضرورت امریکا است و به هر صورت که باشه پاکستان با آسانی در این دام به این خاطر میفته چون پاکستان نیاز به پول داره و امریکا این پول همه تو برش نمیده تا پروگرام برش میده و بقرار. و از این خاطر شما اگه ببینید وقتی که پاکستان بالای برمل و سپیره حمله کرد، امریکایی‌ها دفعتن تایید کردن و گفتن که پاکستان حق داره که برای دفاع خودی خود بالای نقاطی که از اونجا برش خطر تروریسم و متوقع است حمله کنه. چرا پاکستان امریکا میخواد که پاکستان تشویق کنه که ما در پالوی تو هستیم، شما برین و حملات کنین و عملت و پاکستان به شاتک خوش میشه. اما غافل از این است که در وقتی که اینا در جنگ داخل شوند، امریکایی در پیشترشان واقع نخواهد بود. و این لحاظ تاریخی اگه شما ببینید، در سال 1965 پاکستان منتظر امریکایی‌ها بودن، امریکایی‌ها با همکاریشان به جنگ در مقابل هند نامد. در سال 1971 امریکایی‌ها برشان وعده دادن که شما برید بر جنگ علیه هندوستان در بنگلادش و وقتی اینا در جنگ داخل شدن، امریکایی‌ها کشتی را که وعده کرده بودن به پاکستان نفرستادن. و لحاظ تاریخی ما که میبینم ای بار هم
پاکستان یک به حساب یک اشتباهی بزرگ چیز میشه و در نهایت امریکا در پالویشان نخواهد بود و افغانان انشاءالله این جنگ برنده میشن. ممنون شما آقای فاطمی، دوباره من به شما تشکر. آقای وردک، بازم شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. شما افزایش این تنش ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ باور شما و تحلیل شما در این زمینه چگونه هست؟ چقدر با آقای فاطمی موافق هستین و چقدر شما تحلیل متفاوت تر در این زمینه دارین؟ فکر میکنید پاکستان چرا دست به چنین اقدامات میزند؟ به حسیکتن جلال شانه په نامه جناب عبدالزاده سیبندوم رئی تاسو، ستاسو همکارانو، ستاسو دیر محترم میلمه فاطمی سیبم دارن و ستاسو دیر و قدرمنو کتون کتا سلام او درناوی. اول خو د نوی کال مبارکی تاسو افغان ولسته وای، خدای وکړه چې د نوی کال د غمونو کال نه وي، د خوشحالۍ کال وي که استعمار هم پرېږدي. فاطمی صاحب یک شخصیت علمی و یک افغان ملی گرا است. فاطمی صاحب به تایید حرفایش که واقعیتی نیست، چرا استعمار یا مولود ناجایز انگلیس در این منطقه و در اعراب اسرائیل در یک وقت معین آوردن و استعمار اهداف خود داره؟ آلگرچه دایرکتر اونجا آل امریکاست و اسرائیل در ممالک عرب شما میفهمین که بس نیست که فجایش میبینه. هر دویش یک چیز است، اخلاق پاکستانیا ملت نه که ملت سلام برادرای مستان تا ارتک خو خاک مستون یک قوم مفتیده و در پنجابی هم چیز بیدا میشه، ما سر نظام گپ میزنیم و ما تجربه کافی دارم. 60 سال است که در این مورد و تبصره کردیم، نشرات بود. در سال 46 که من در رادیو افغانستان ماموریت مشیر شد، رئیس یک شاگرد ژورنالیسم پروگرام پشتونستان داشتیم، یک غیرت چیغه را من میخواندم و پدرم سرحد قماندان غنیمت. کافی مطالعه دارم، نه که از کتاب و مجله بخوانم، چشم دید خودم میگم. و با تاسف نامشان پاکستان ماندن و با تاسف که و همیشه آل فردن نمی چند روز پیش بمبارد که چرا؟ خدا پسیش من اونجاست آقای وردک، چرا دست به چنین اقدامات میزن؟ آقای فاطمی به این باور هستن که این برنامه آمریکا، بله بله، او بدون آمریکا ببخشید فرمول آمریکا پیش میره مطلق، بدون از او نان خوردن نمیتونه، نان شکلی میده. یک چیز واضحی سی چیز نو نیست که امروز باشه و این یک واقعیت است و چیزی که جناب فاطمی صاحب گفت و با اسناد گفت میزنه او تو اوایی هم نمیزنه و یک واقعیت است و هر کسی دگان بخواه جناب فاطمی صاحب علمی بس میکنه. من هم حاضر هستم که با اسناد گفت بزنیم. بعضی یک شاگرد ژورنالیسم یا حقوق ما یک چیزی که میگم باید سند داشته باشیم. اینا نمی چند روز پیش چرا آمدن بمبارد کردن؟ هدف از انجام این کارشان چیست؟ دلیل انجام این کارشان به شما چیست؟ همیشه پاکستان از نارامی جنگ داخلی افغانستان نان خوردن. من شاهد هستم، من شخصا که با استعمار سرخ دو وقت دکانداران در چیز پاکستان ایران درست نشده بود و آمدن باز هجرت شد و تراژدی شد و قلای ما ویران شد، بعد از او اینجا هجرت ها پاکستان شد. از اون وقت روسا هدفش به آبای گرم بود که بره، دریای خون و مانی دیوال خون افغان بود که مانی شد، اگر نه آل پاکستان نمی بود. و امریکا رو که به هدفش هستید افغان ها مانی شد که روسا اونجا نره، شکست خورد و به حساب اینی استعمار دیگه که استعمار است، تعریف های استعمار یعنی وحشت، بربریت و با تعریف های انسانیت در تکر است. اصلا باید ما را کمک میکرد که دشمن نریف کلان استعمار که اینجا امریکا بود. باز خودشان اومدن، خودشان دادید دو سال خود دیدیم بم بود و دیگه بود یک بم، یک بند، یک فابریکی، یک اقتصاد. لطفاً بایسه یک ژورنالیست شما بگوین یا نام افغان برای ما بگوین در 20 سال 22 سال امریکا چی کرد اینجا. سپاس آقای وردک.
دلیل این حملات خود پاکستان و وزارت خارجه این کشور اعلان کرده که موجودیت گروه های تروریستی خصوصا اعضای تی تی پی در افغانستان بوده و هدف این حملات هم اعضای این گروه در مناطقی که مورد حمله قرار گرفته وجود داشته. شما چه فکر میکنید این ادعا چقدر در شرایط فعلی بجا است؟ این ادعای پاکستان افغان ها اقا بی غیرت نیستن، اقا بی فرهنگ نیستن. تاریخ ما معلوم است، پاکستان بعد از ما تولد شده. تاریخ نداره که بعد از ما خود چی؟ این تاریخ میگه که بعد از ما تولد شده. خودت 5000 سال تاریخ داری، یا نوکرایت بود، از هند تا ایران هم امپراتوری داشتی. ما اقا بی غیرت نیستیم. در دین ما، در مذهب ما، در عقیده ما، در غیرت افغانی ما ترور نداریم. تو فابریکای تروریست خونجه بودن در می افغانستان که روانش میکرد. امیال القاعده نامش کشیده که بنیادش در عراق. من شاید هستم، من 9 سال در کویت بودم، هیچ مملکت عربی نیست که من ندیدم. حتی 6 مملکت دنیا را من ندیدم، از امریکا دیگه به شمول ما کلش گشتیم. کی اونجا تعدابش همان در عراق بودیجی شام اسرائیل میمان اینجا به نام چیز روان میکنه القاعده، که اینجا امریکا در ایشای خوده که چین و روسیه و یاره تهدید کنه آسیاد ما نره. ما نه ترورست بودیم، نه یقه بغیرت بودیم، نه خواد بودیم. و اگر پرزد انتقام بگیریم بسیار مردانوار در میدان مدرهیم. امیان هم متوجه باشن ما اتم نداریم. ما وضع 45 سال استعمار سرخ و استعمار شاه، دو استعمار افغانستان دیر کرده، و میلیون شهید دادیم و میلیون مهاجر دادیم. جوانای خورا که مایای بحر شد، شخصیت های این میم که سرمایه این میم است، جبر تاریخ چیز کرد. مگر باز هم اگر واو بخواین که به حیثیت خاک حیثیت ناموس داد و قرآن چی حکم کرده؟ ما شما مسلمان هستیم، قرآن حکم کرده اگر مسلمان باشیم که هر کس به شرفت، به عزتت، به حریم شخصی تجاوز کرد، از خود دفاع کرد. در مورد اقدامات امارات اسلامی فکر میکنم که با همون توانایی که در محدودی خودشان دارن، چرا که بسیاری وسایل امارات اسلامی ندارن، وسایل مدافع هوایی را ندارن، فرزن قوای هوایی ندارن، این مشکلات است. اما با وجود از این همون دفاع لازمی که در مقطعی اساس دفتن ضرورت بود اینا انجام دادن، در حدود اونا بالای 2 منطقه حمله کردن. امارات اسلامی، قوای امارات اسلامی در 10 نقاط مختلف برای مراکز پوسته های نظامی پاکستان حمله کردن و تا بسیاری پوسته ها را هم تخریب کردن، از بین بردن و هم بعض پوسته ها را تسخیر کردن. فلحاظا عکس‌العمل کافی و منظم است و موقفشان هم درست است، چرا که موقف امارات اسلامی است که ما نه در جنگ شما مداخله داریم و نه ای افراد در این ترینینگ میبینن و تربیه میشن، چرا که از امارات اسلامی 2 سال و 7 ماه میگذره، اما تی تی پی از 2007 به این طرف در اونجا فعال است. فلحاظ این ادعای پاکستان کاملا کاذبانه و مغرضانه است. و دیگه ای است که در مورد حملات افغانستان اینا حال بهانه میکنن که فرضاً ما اسناد داریم که هندوستان با تی تی پی کمک میکنه و ای از رای امارات اسلامی صورت میگیره، در حالی که قبل از این چیز اینا ارائه کرده باشن ما شما میبینیم که اینا قبل از انتخابات گفته بودن که بعد از 7 فوریه که انتخابات صورت گرفت، حکومت جدیدی که می برای افغانستان عملیات نظامی را انجام خواهد دادن. فلحاظ این جزئی از پلان از اینا بود و خداوند، نه شما ببینید حکمت خداوند با ملت مظلوم افغانستان است که دشمن هر جای خداوند میشرمانه. پارسال در ماه اپریل وقتی که اینا در به منطقه کنر حمله کردن و گفتن که مسعود اظهر در کنر بود و ما از خاطر مسعود اظهر حمله کردیم، مسعود اظهر از لالپور، از رسالپور لاهور چیز کرد، از صداش بلند شد که من مریض هستم و در بستر افتادگی هستم و من در پاکستان هستم، مرا چطور به کنر بردن؟ خداوند شرماندشان، خاموش شدن، چرا که صدای خود از دو از مسعود اظهر بالا شد که من در کنر نیستم، من در لاهور هستم، مریض هستم. امسال هم خداوند اینا رو ببینن که اینا عملیات انجام دادن، گفتن که سرجیکل استرایک ما تو دی پوینت بود و به اساس یک اصول و معلومات سقیه استخباراتی بود و ما عبدالله شاه را کشتیم.
ساعت نگذشته بود که صدای عبدالله شاه از جنوب وزیرستان بالا شد و که من زنده هستم و من سالیان متمادی است که من در این منطقه هستم و ما به افغانستان نرفتیم. فلهذا ببینین دروغگو حافظه نداره، اینا اصلا بهانه میگوین و او بهانه هایشان خداوند به حکمت خود برشان ناکام میسازد. بدون اینکه امارات اسلامی اقدام کرده باشه، خود یادی مردم صدایشان میبره. ببینین این عملی حافظ سعید مطلوب است برای هندوستان، مسعود اظهر مطلوب است برای هندوستان، داود ابراهیم در کراچی است مطلوب است برای هندوستان و اونا میگن که اینا تروریست هستن که در هندوستان عملیات نظامی انجام دادن و اسناد دارن. اما آیا هندوستان کرده که بیای بالای کراچی بره بمبارد کنه و بالای لاهور؟ اگه این حق پاکستان بر خود میته، بازی حق هندوستان هم داره که فردا بیای و داخل پاکستان و بگه که چون تروریست ها در اینجاست ما میزنیم. ببینید اگه اونا این کار کنن تجاوز از قوانین بین الدول است، اما اگه خود از اینا هم این کار در افغانستان کنن دفاع خودی است و میگه که حق ملل متحد برای ما و قانون ملل متحد داده. و باز رفرنس چی میتن؟ رفرنس هم قرارداد 1368 هم اینا میتن یا 1378 هم میتن، در حالی که در دو قرارداد ها چرا این گفته آصف دورانی است، او گفت که ما برای افغانستان که عملیات کردیم تحت از این دو ریزولوشن کردیم، در حال که اردو قرار داده که شما ببینید در اونجا هیچ کس اجازه داده نشد که یکی بره بالای مملکت دیگه حمله کنه و هیچ مملکتی یه حق تجاوز داده نشده. چون امریکا این بهانه را کرد و مملکت بر افغانستان، پاکستان به نقش قدم امریکا لیگه ها میزنه که همون قراردادهایی که امریکا رو استفاده کرد بر افغانستان حمله کرد، فلحاظ ما هم به اساس این همون قرار داد. فلحاظ اگه ایران مملکت بالای پاکستان کرده وقت چرا اینا گفتن که تجاوز از قوانین بین الدول بود؟ اونا هم با اساس قرارداد 1368 و 1378 حمله کردن، باز اونجا خیلی چرا ایگه بزدن؟ ببینن دروگو حافظه نداره. تشکر آقای فاطمی، ممنون شما. دلیلشان ضعیف است و استنادشان ضعیف است. آقای فاطمی سپاسگزارم. تداومی حملات شما آقای فاطمی چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید ادامه خواهد یافت و اینکه جلوگیری خواهد شد؟ ببینن آغازش اینا کردن با وجود از اینکه ما شما تناسب و توازن نظامی نداریم، مگر آغاز این جنگ به ضرر ما شما نیست، این به هر حالت انشاءالله به نفع ما شماست و ما از خدا میخوام که اینا ادامه بتن و فکر میکنم که اینا ادامه میتن. چرا ما این پیشبینی رو در 2023 کرده بودم که سال 2024 سال جنگ بین افغانستان و پاکستان است و این چیز متوقع است که این صورت میگیره و انشاءالله. دیشب ما با یکی از دوستان زنگ زده بودن و برای ما گفتن که ببینین اگر افغانستان پاکستان بخواه در ظرف 24 ساعت می شما در فکر اتک هستین، اونا فرضاً داود ناجی هم دیروز در یکی از برنامه های افغانستان انترنشنال گفت شما در فکر اتک هستین اگر پاکستان بخواه این کابل هم میگیره. ما فرض میکنم که پاکستان بخواه که بیه بالای افغانستان از روی زمین قوای داخل کنه. استدلال ما ای است از کدام نقطه داخل میشه و تا کجا میره؟ فرض کنه از رای جلال آباد تا کدام نقطه جلال آباد میره؟ اینه برای ما استدلال کنن، از نقطه نظر نظامی بیان استدلال کنن. از رای سپین بلدک میره تا کجا را میره؟ کدام جای میگیره؟ با شما معلوم است تشکر. اگه هر متری را که میرن آقای فاطمی فکر میکند که اگر این جنگ ادامه پیدا بکند ابعادش میان افغانستان و پاکستان منحصر خواهد ماند یا این که دامنگیر کشورهای دیگر هم خواهد شد، گسترده تر خواهد شد؟ چه فکر میکنید؟ ببینه خود به خود گسترده میشه. چرا ایران از من به نود داشته باشین، من لحاظ شواهد تاریخی براتون میگم و پیشتر قبلا هم رفرنسشان براتون دادم که امریکا اینا لفیرن اینا با پیشتر تب داده میره و برشان میگه 300 میلیون بگی دوست این جنگ کو به مجردی که به این جنگ پاکستان در آیا امریکا قدم خود به عقب میگیره. چرا که جبهه جنگ امریکا در 44 سال پاکستان بود، یعنی فرانت لاینش پاکستان بود، حالا او تغییر کرده، فعلا فرانت لاین امریکا در منطقه در مقابل چین هندوستان است. با مجرد که پاکستان این کار کنه، هندوستان که ببینه که پاکستان در جنگ دخیل شد از عقب حمله میکنه. وقتی که ایران ببینه که پاکستان ضعیف شد در بلوچستان و این مناطق اونا دعوا دارن، اونا حمله میکنن. فلهذا جنگ
تنها جنگ افغانستان و پاکستان نمیمونن، این جنگ منطقوی و فرامنطقوی میشه. در صورتی که اینا با هم چیز میکنن، پاکستان قوایی را که به طرف افغانستان سوق داده باشد، در صورتی که هندوستان از عقب حمله کنه، مجبور است قوای خود پس به طرف سیالکوت و طرف مناطق سرحدی هندوستان و کشمیر ببره. وقتی که قوای خود او طرف میبره، اینجا افغان ها خاموش نمیشینن. و در این حال حرکتایی که در داخل پاکستان است، او حرکت ها با امارات اسلامی است. فکر میکنم چون ما حق به جانب هستیم و الله پاک میفهمد تاریخ ما ثابت است، او را جناب فاطمی صاحب اشاره داد که اون چیزی که خواست ماست، خاک ما اونجا است. بالاخره ایمی جنگ سبب ازی خواد شد که سرحد بادزی ترخم نباشه، اتک باشه. آخه تا این که این ادامه این جنگ منجر به یک گپ شد، منجر به این موضوعی که شما اشاره میکنید آقای فاطمی، تا اون زمانه چه مشکلاتی رو به افغانها ببار خواهد؟ از روزی که پاکستان تولد شده، لااقل یک روز با افغانستان ارتباط انسانی و اسلامی برخورد انسانی داشته. همیشه این مشکل چیز نو نیست. برای من 60 سال از این مورد من اشارات میکنم. یکی ملت چیز هم مظلوم ملت است، عاملت منطقه آیسای دیگه او دایرکتر امریکا کسی برش بگه او آزادی نداره، او استقلال نداره، او نمیتونه که خودش تصمیم بگیره و میگه شر بخیزه که خیر ما باشه. ما جنگ نمیخواییم، نه فرهنگ ما میخواییم، نه اخلاق ما میخواییم، نه غیرت افغانی، نه اسلامی. مگرم یک کسی که با حیثیت مدفع تعرض میکنه، من باز بی غیرت نیستم. افغان تاریخ مانم است، من از خود دفاع میکنم. ببینین همیال حمله که چی کرد؟ سیاست تشهید کرد و طفله، سیاست طفله. من سرباز با ناموس با غیرت افغان چی کرد؟ پوستای نظامیش هدف داد، نه سیاستشه کش، نه اطفالشه، پوستای نظامیش هدف داد. بازم اگه جنگ میکنه داگز میدان. ممنون شما آقای فاطمی. به صورت خلاصه پیامد این جنگ چی خواهد بود فکر میکنید؟ اگر ادامه یابد پیامدش به صورت خلاصه و کلی اگر بفرمایید. از لحاظ اقتصادی و اجتماعی صحبت شما درست است که پیامدهای خوبی نداره، چرا که افغانستان لحاظ توانایی اقتصادی، مگر چون ما در طول سالیان متمادی در جنگ بودیم، ما در هیچ وقت توانایی را که یک مملکت می داشته باشه می جنگه، ما با اساس اون توانایی ها نجنگیدیم. اگر جنگ ما علیه انگلیس بوده یا روس بوده یا امریکا بوده، ما نه یک قوای منظم، نه اردوی منظم داشتیم، نه وسایل منظم داشتیم، اما این قدرت ها شکست خوردن. پاکستان اگر به شکل نظامی حمله میکنه، با او یک بودجه خاصی تمویل اقتصادی ضرورت داره، اما با مجردی که اگر به این اقدام میکنه و فرزن قدم به داخل سرزمین افغانستان میذاره، اونمون روز روز مرگش است، از خاطر که دیگه پاس پای خود کشیده نمیتونه و از عقب مصرف نداره و این پول توانایش نداره. ولی هازا برای از اونا وخیمتر از این است که نسبت بر ما باشه. چرا ما در حالت، ما همیشه ملت افغانستان گفته ما شکم گرسنه بودیم، شکم گرسنه هستیم، لباس ما پاره بوده، پاره است، ما چیزی را از دست نمیتیم با جز از اینکه چیزی را به دست بیاریم. و هر الحمدلله هر باری که ما قربانی دادیم، جنگ کردیم، دست نرفته. پاکستان همه چیز خود از دست میده و این برای از اونها خطرناک است، بسیار زیاد. اما اینا با فعلا به این فکر هستن که شاید با می عملات هوایی و سرجیکال استرایک های خود افغان ها را بترسانن و بعض امریکا بگن اینا ما حمله کردم پول بگیرن. اما این پول به نفعشان نیست، این به ضررشان است و اینا امو چیزی را که میخواین که خود به شکل یک شعر کاغذی در منطقه مطرح کنن تا هندوستان و یا ایران و دیگه ممالک بترسانن و یا به جهان نشان بده که این چیزا فکر میکنم به جایی نمیرسه، اینا اهداف خود به دست آورده نمیتونن و در نهایت به ضرر خود از اون است، مگرم به نفع افغانستان است، به ضرر افغانستان نیست. در کوتاه مدت افغان ها ضرر میبینن. درست است که مناطق سرحدی زیر حملات میه، ما شما کشته و شهدا زیاد خواهیم داد، این مسائل است. و در همچه جنگ ها این قیمت جنگ می باشد برای ما شما معلوم است، اما در نهایت نفش به لحاظ تاریخی و اجتماعی و لحاظ سیاسی به افغانستان خواهد بود. مهمانان گرامی، آقای وردک و آقای فاطمی، از حضور شما در برنامه سپاسگزارم.
و همینطور تشکر از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه زاویه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.